خوبه. خدا رو شکر منم خیلی خوشحالم که بعد از 4 هفته دوباره در ساختمان کلیسا جمع شدیم. 3 هفته جلسات ما روی نرم افزار زوم بود. خدا رو شکر برای نرم افزار، برای این برنامه که حداقل میتونستیم جلساتمون داشته باشیم، اما خب نمیتونستیم از نزدیک همدیگر رو ببینیم. من خودم شخصا به عنوان یک کسی که نمیخوام بگم واعظ، خدمت وعظ و کلام رو چند وقتی از شروع کرده، به عنوان یک شخص کم تجربه یا در خیلی جاها بی تجربه، خیلی موقع با شک این بالا می ایستم که آیا واقعا صدای خدا رو درست شنیدم، آیا واقعا پیامی که گرفتم خدا برای کلیسا این رو میخواد که من این رو بگم یا نه. و این بار هم خیلی بیشتر از این بود امروز. اما خواهر عزیزمون رومینا اصلا موضوع پیام من نمیدونست، فقط میتونم بگم یک خلاصه ای از موعظه من رو رومینا جان قبلش گفت و برای من یک تاییدی بود، خدا رو شکر برای روح خدا. امیدوارم برای شما تکراری نباشه، به هر حال میشنوید. خدا رو شکر. سرود آخر رو که با هم شنیدیم، مجد عیسی به دنیا آمد، این سرود رو معمولا ما عادت داریم که در روز واینختن بخونیم، سالی یک بار و دیگه نخونیم. برای همین یه مقدار شاید برای بعضیا عجیب بود. من از گروه پرستش که خواهش کردم این سرود رو امروز بخونن، خیلی برایشون عجیب بود. چرا امروز باید بخونیم؟ نمیخوره به فضا. اما امروز میخوایم بیشتر به این شاید مفهوم این سرود نگاه کنیم، نه فقط امروز بلکه توی این هفته هایی که در پیش داریم. از هفته گذشته که هفته اول ادونت بود و کشیش نسرین عزیز بر ما صحبت کردن، چقدر زیبا در مورد موسم کریسمس گفتن. در این هفته هایی که میرسه به روز کریسمس، به روز تولد عیسی مسیح خداوند، میخوایم این واقعی تجسم رو با هم بررسی کنیم، اینکه خدا انسان شد برای ما ایمانداران، و نه فقط برای ما بلکه برای تمامی انسان ها، برای تمامی دنیا، برای تمامی جهان، در تمام نسل ها چه پیام و چه هدفی داره. بعضی وقتها، یا شاید به جرئت بگم خیلی موقع ها، این زمان ها شاید در بین ما ایمانداران هم باشن، فقط برای ما خاص میشه به خاطر خیلی چیزهایی که ما در بیرون میبینیم، به خاطر چراغونی ها، به خاطر زیبایی هایی که هست، به خاطر واینکس مارکت ها، غذاهای خوشمزه ای که میارن و جشنایی که میگیریم، دور هم دیگه جمع میشیم و خیلی کارهای دیگه ای که میکنیم. یا شاید که شاید افراد خوشحال هستن که به تعطیلات آخر سال دارن نزدیک میشن، تعطیلی بیشتری دارن و میتونن استراحت بیشتری داشته باشن و بیشتر به این سمت فکر میکنن. اما در این هفته ها ما میخوایم اهمیت انسان شدن خدا، تجسم عیسی مسیح خداوند رو با هم بررسی کنیم. مطالبی رو میخوایم بهش نگاه کنیم، مطالبی رو میخوایم بهش تفکر کنیم که نه فقط سالی چند هفته در قالب هفته های ادونت یا سالی یک روز در قالب روز کریسمس، بلکه هر روز عزیزان، هر روز میتونه واقعی کریسمس رو برای ما مهم کنه. ما هر روز میتونیم اگر بفهمیم، اگر درک کنیم، اگر آگاه بشیم از عمق پیام کریسمس، رازی که در کریسمس هست، اون موقع ما هر روز میتونیم به کریسمس و تجسم عیسی فکر کنیم. نه فقط فکر کنیم، بلکه هر روز میتونیم در عظمت و بزرگی این واقعه مهم که اتفاق افتاد زندگی کنیم. به اینکه کریسمس نه فقط سالی یک بار، بلکه عزیزان هر روز کریسمس، تولد عیسی مسیح خداوند، چه پیامدها و چه نتایج بزرگی هر روز میتونه تو زندگی ما داشته باشه. و وقتی که این رو درک کنیم، وقتی که این رو واقعا متوجه بشیم، وقتی که این رو تجربه کنیم، اون موقع نه فقط سالی یک بار، بلکه میتونیم هر روزمون رو جشن بگیریم. میتونیم هر روزمون رو جشن بگیریم. میتونیم هر روز زندگی خودمون رو چراغونی کنیم. میتونیم از هر روز زندگی خودمون لذت ببریم. اگر حقیقتاً به راز و پیام مهمی که در تولد عیسی مسیح خداوند هست پی ببریم. اگر پی ببریم عزیزان، باشه که خداوند در این هفته ها روح خدا ما رو مدد کنه تا بیشتر و بیشتر، هر چقدر که به این روز نزدیک میشیم بیشتر برای ما باز میشه. چقدر ما میتونیم انگیزه بگیریم، چقدر برای زندگی کردن به ما انرژی و قوت میده، چقدر برای بشارت دادن، برای رسوندن خبر خوش. اون موقع نه فقط سالی یک بار عزیزان، بلکه هر روز میتونیم، هر روز میتونیم این سرود رو با صدای بلند بخونیم که مژده عیسی به دنیا آمد، مژده منجی بشر آمد، اینک خدا با ما بود، مژده روح القدس آمد. هر روز میتونیم این سرود رو بخونیم که مژده عیسی به دنیا آمد.
ما اکثر مواقع وقتی که میخوایم به واقعی تولد عیسی مسیح، جسم شدن عیسی مسیح نگاه کنیم، به اناجیل نگاه میکنیم. انجیل لوقا انجیلی هستش که کاملترین تصویر رو با جزئیات خیلی ریزی به ما میده که چطور فرشته خدا به سراغ مریم میره، او رو انتخاب میکنه، چطور مریم از روح خدا باردار میشه و چطور متولد میشه، چه سختی هایی رو تحمل میکنن پدر و مادر عیسی، و اکثرا معطوف همیشه هستیم به انجیل لوقا. اما در انجیل یوحنا عزیزان ما تولد عیسی رو میبینیم، اما به نوع دیگری. یوحنا در انجیل خودش تولد عیسی رو کاملا به ما نشون میده، اما نه در بعد جسمانی، نه در بعد اتفاقاتی که برای مریم افتاد، نه اینکه چطور عیسی به عنوان یک کودک متولد شد، بلکه یوحنا در انجیل خودش تولد عیسی مسیح خداوند رو، تجسم خدا رو در بعد روحانی به ما نشون میده. در همون ابتدای انجیل خودش اتفاقا یوحنا داره در مورد تولد عیسی صحبت میکنه، داره در مورد واقعی تجسم صحبت میکنه. با هم میخواییم چند تا آیه رو بخونیم از انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 تا 9 و آیه 14. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود، همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود. این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود، نامش یحیی بود. او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر آن نور، تا همه به واسطه او ایمان آورند. او خدا نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی می بخشد، به راستی به جهان می آمد. و در آیه 14 میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. همین یک جمله عزیزان داره تولد عیسی رو میگه. و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. یوحنا در یک جمله خیلی عمیق و مهم، جمله‌ای که اونجا با زرد نوشتم، تولد عیسی رو به صورت خاصی در اون بود روحانی و پیام بزرگی که داره برای ما آشکار میکنه، آن نور حقیقی که به هر انسانی. هفته گذشته از کشیش نسرین عزیز شنیدیم، زیرا خدا همه جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. و اینجا هم یوحنا میگه آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد، به راستی به جهان آمد. این یعنی واقعی کریسمس، آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد، به راستی به جهان اومد. من وقتی به این آیه بیشتر فکر میکردم، از خودم پرسیدم مگر نور تا اون موقع نیومده بود؟ روشنایی در زمین نبود که نیاز بود الان نور و روشنایی بیاد؟ و وقتی که فکر کردم خیلی سریع جواب خودم رو پیدا کردم. در همون ابتدای کتاب پیدایش ما در 5 باب اول این آیات رو میخونیم. در پیدایش باب 1 آیه 1 تا 5 اینطور نوشته شده که در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. زمین بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آب‌ها را فرو گرفته بود. خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد روز اول. وقتی نگاه میکنیم میبینیم قبل از اینکه خدا دست به خلقت بزنه، قبل از اینکه خدا چیزی رو بیافرینه، اون نور رو خلق کرد، اون روشنایی رو به وجود آورد. و نه فقط خلق کرد و به وجود آورد، بلکه به این زمین بخشید، به کائنات بخشید، به جهان بخشید. در پیدایش میگه خدا گفت روشنایی بشه و روشنایی شد، همه جا روشن شد. و نه فقط روشنایی شد، بلکه خدا به روشنایی اسم داد، خدا روشنایی رو روز نامید. پس الان چرا یوحنا میگه اون نور حقیقی و اون روشنایی به زمین اومد؟ ما باز جای دیگری در مورد اون چیزی که یوحنا میگه نبوت دیگری رو میبینیم در کتاب شعیای نبی در مورد تولد عیسی مسیح خداوند. من این آیه ها رو میخوام بگم و بعد وارد در واقع این نور بشیم. اشعیا باب 9 آیه 2 و آیه 6 رو میخونم.
میگه مردمی که در تاریکی گام بر می‌داشتند نوری عظیم دیدند و بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید. چرا؟ زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود. اشعیا هم داره نبوت میکنه در آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید. مردمی که در تاریکی گام بر می‌داشتند نوری عظیم دیدند. ما می‌بینیم که دو بار خدا تصمیم گرفت روشنایی و نور رو به این جهان ببخشه. اولین بار ما در ابتدای خلقت می‌بینیم که میگه تاریکی بر روی ژرفا بود و خدا گفت روشنایی باشد. اسلاید بعدی. و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. و دوباره در کریسمس، در تولد عیسی مسیح می‌بینیم بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید. آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی می‌بخشد به راستی به جهان اومد. از آن انگار همون اتفاقی که در ابتدای خلقت خدا اتفاق افتاد، همون عملی که خدا قبل از اینکه هر چیزی رو بخواد بیافرینه و خلق کنه دست به انجام اون کار زد و اون هم خلق و به وجود آوردن روشنایی بود. این بار هم خدا در شروع یک خلقت تازه‌ای همون کار رو کرد. قبل از اینکه مایانی رو که در آدم اول مرده بودیم بخواد در مسیح در آدم آخر بخواد زنده کنه و یک خلقت تازه‌ای رو بخواد آغاز کنه، خدا دوباره نور و روشنایی رو فرستاد. خدا دوباره به این جهان اعلام کرد در روز کریسمس، در روز تولد عیسی مسیح. خدا دوباره به این جهان اعلام کرد که روشنایی شود، که روشنایی شود. اما این بار خدا به طرز متفاوتی عزیزان داشت نور و روشنایی رو خلق میکرد. این بار خدا داشت متفاوت عمل میکرد. در پیدایش روشنایی و نوری که خدا خلق کرد تمام جهان رو روشن میکرد، تمام کائنات رو نور میبخشید و خدا اسم اون رو روز گذاشت. اما این بار در تولد عیسی مسیح در روز کریسمس نور و روشنایی قرار بود به وجود بیاد که قرار بود ظلمت و تاریکی دیگری رو روشن کنه. نه تاریکی پیرامون ما رو، نه تاریکی دوروبر ما رو، نه تاریکی شبهای ما رو عزیزان، نه، بلکه تاریکی و غلظت سیاه درون من و تو رو. در روز کریسمس با آمدن عیسی بر روی زمین یک بار دیگه خدا گفت روشنایی بشه، نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد به راستی به جهان میامد. و چقدر زیبا میگه ایا بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند. چه سرزمینی عزیزان؟ سرزمین قلب من و تو، سرزمین فکر من و تو، به سرزمین گذشته من و تو، سرزمین احساسات من و تو، سرزمینی که روشنایی روز کافی نبود که اون رو روشن کنه، سرزمینی که هیچ مذهب، هیچ دینی قادر نبود شفا و سلامتی رو بیاره. و خدا این تاریکی رو میدید. خدا این تاریکی رو میدید. از اون من و شما کی و کجا کریسمس رو تجربه کردیم؟ برای همه ما کریسمس اتفاق افتاده. روزی که گناهان خودمون اعتراف کردیم، فهمیدیم، آشکار شد برای ما که گناهکار هستیم. با توبه، با بازگشت، وقتی در قلبت رو برای عیسی باز کردی، قلب من و تو مثل اون آخره، اون طویله کثیف، تاریک، بوگندوی بود که عیسی نوزاد در اون متولد شد. سرود زیبایی که خوندیم، نور جهان که در ظلمت تابان هستی، این نور اومد در قلب من و تو قرار گرفت و از اون روزی که عزیزان من و تو توبه کردیم تا امروز ما هر روز میتونیم از ثمرات کریسمس تو زندگی خودمون بهره‌مند بشیم. هر روز ما میتونیم در ظلمت‌های غلیظ خودمون نور رو تجربه کنیم. برادر و خواهر عزیز، من با شما و زندگی گذشته شما آشنا نیستم،
اما نوری که آمد 2000 سال پیش که امروز هم برای من و تو هست، برای این آمد که تاریکی نیازهای درونی قلب من و تو رو روشن کنه، نیازهایی که هیچ انسانی حتی نمیتونه برآورده کنه، نیاز به محبت شدن، نیاز به پذیرفته شدن، نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به امنیت، نیاز این که من یک هویتی دارم، من یک کسی هستم. این نور آمد تا این ظلمت غلیظ رو روشن کنه. ظلمت دیگه‌ای که در ما بود و شاید هست، ترس‌ها و نگرانی‌های من و تو، ترس‌های پی در پی که در گذشته در زندگی ما بوده و امروز هم هست، نگرانی‌های متفاوتی که هست، همه ما از گذشته تا به امروز با ترس‌ها و نگرانی‌های مواجه بودیم و هستیم. حجم‌های نگرانی پناهندگی، مهاجرت تو خانواده، نگرانی و ترس به از دست دادن برای مایانی که مخصوصاً دور هستیم، نگرانی هایی که آینده من چی میشه، فردای من چی میشه، بچه من، همسر من، پدر من، مادر من، خواهر من، بیماری من، سلامتی من چی میشه. میگه این نور بر اون سرزمینی که ظلمت غلیظ بود تابید. بیماری هایی که من و تو شاید داریم با خودمون حمل میکنیم، بیماری هایی که در من و تو هست، ضعف ها و درد هایی که در روح و روان من و تو هست، در جسم من و تو هست، در فکر من و تو هست، این بیماری ها عزیزان قادر با اون نور حیرت انگیز پسر خدا در این راز کریسمس این بیماری ها شفا پیدا کنه، این بیماری ها به سلامتی تبدیل بشه، هر جایی که تاریکی هست اونجا نور وارد بشه. دیگه چه سرزمین تاریکی میتونه باشه؟ یکی از مهمترین سرزمین‌های تاریک برای خود من میتونم بگم گذشته و احساسات آسیب دیده من بود. همه ما عزیزان، شاید من و شما همدیگر رو نشناسیم، از گذشته همدیگه اطلاع نداشته باشیم، اما خدایی رو داریم که او لحظه لحظه زندگی ما رو میدونه. تمام دردهایی که ما کشیدیم، تمام آسیب‌هایی که دیدیم، تمام اون قسمت‌هایی که چه از طریق خانواده، چه از طریق فرهنگ، چه از طریق جامعه، چه از هر طریقی، از طریق شاید حتی نزدیکترین کس به احساسات من و تو، به روان من و تو آسیب وارد شد، من و تو پایین کشیده شدیم، من و تو خار و خفیف شدیم، من و تو ترد شدیم، من و تو کوبیده شدیم، من و تو سرکوب شدیم، شاید هیچ چشمی نبود که به من و تو ترحم کنه و اونجا حتی شاید افرادی میتونن باشن که خودشون برای خودشون تاریکی هایی رو می سازن با جدا کردن خودشون از کسان دیگه، با طرد کردن دیگران، سرزمین های ظلمت غلیظی که خودمون می تونیم برای خودمون بسازیم. و عزیزان اتفاقی که در کریسمس افتاد، این نور تابید، این نوری که قادره هر تاریکی رو روشن کنه، امروز قادره بر سرزمین ظلمت غلیظ دل من و تو بتابه و روشن کنه. تاریکی های دیگه هم هست، از دست دادن ها و ترک کردن ها، کسانی که در زندگیمون از دست دادیم و شاید به جا بعد از اون از دست دادن ها امیدی بر ما نیامده، نوری نیامده، در اون تاریکی از دست دادن شاید گیر کردیم، افرادی رو مجبور شدیم تو زندگی خودمون ترک کنیم، و یا افرادی که خیلی برای ما عزیز بودند شاید اونها خواستند ما رو ترک کنند و اونجا یک تاریکی در زندگی من و تو به وجود آمده که شاید من و تو اسیر این تاریکی هستیم. شاید واقعا دل ما شاید حتی برای خودمون میسوزه برای این تاریکی ها، اما خدا قادره، برادر عزیز، خواهر عزیز، با اون نور خودش در روز کریسمس که امروز من و تو میتونیم تجربه کنیم، به سرزمین ظلمت غلیظ قلب من و تو، افکار و احساسات من و تو نور خودش رو بتابونه و روشن کنه. ظلمت دیگه ای که میتونه باشه که چقدر ما نیاز داریم و
در این زمانها اجازه بدیم که واقعی کریسمس توی اون تجلی پیدا کنه. گناهان مخفی ماست، گناهان مخفی که داریم، وابستگی ها و اسارت هایی که داریم، شاید سعی میکنیم، تلاش میکنیم که از چیزهای آزاد بشیم. وابستگی های متفاوتی میتونه باشه، از اعتیاد به مواد مخدر، به سیگار، به مشروبات الکلی، اعتیادهای جنسی، اعتیاد به پورنوگرافی، وابستگی و اسارت در دروغ، در غیبت کردن، در سخنچینی کردن، هر چیزی که خارج از اراده خداست و من و تو رو در یک تاریکی نگه داشته، و مخصوصا در این زمانهای آخر، در این زمانهایی که هر روز دنیا بیشتر از قبل داره در شریر فرو میره، این تاریکی ها بیشتر من و تو رو میخواد به خودش بکشه. امروز خدا قادر، برادر و خواهر عزیز، به اون گناهای مخفی تو که در تاریکیست، به اون گناهای مخفی دل من و تو که در تاریکیست، نور خودش رو بتابونه. به اون اسارت ها و وابستگی های من و تو که یک تاریکی رو در ما به وجود آورده، نور حیرت انگیز خودش رو بتابونه تا آزادی به دست بیاد. آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد، به راستی به جهان آمد. افرادی که در سردی روحانی هستند، این هم یک نوع تاریکی است. احساس میکنی مثل گذشته دیگه اون اشتیاق رو برای خدا نداری، اون شوق و ذوقی که در دل تو بود دیگه نیست. قبلا شاید میدویدی برای جلسات، قبلا شاید وقتهای زیادی در حضور خدا برای دعا، برای شکرگزاری، برای کلام میگذاشتی، اما الان مدت هاست دل تو سرد شده و اون چراغی که انگار اونجا روشن میکرد زندگی روحانی تو رو، اون چراغ داره تاریک میشه، اون نور داره کم میشه. اما امروز عزیزان، این واقعه کریسمس، این راز کریسمس میتونه به اون قسمت نور بتابونه و هر سردی رو دوباره به قوت و به گرما تبدیل کنه. عزیزان، هر روز من و تو میتونیم از راز کریسمس استفاده کنیم، از پیامی که در کریسمس هست برای اومدن بیشتر در نور و در حیات و در جلال خدا میتونیم استفاده کنیم. هر روز میتونیم بیشتر از قبل. امروز چقدر عالی است که سفره عشا رو داریم، سفره ای که سراسر نوره، سفره ای که سراسر جلال خداست. ما عیسایی رو در این سفره تجربه میکنیم که یوحنا میگه خدایی که در اون نوره و هیچ تاریکی در اون یافت نمیشه. بیایم عزیزان امسال حقیقتا یک تجربه متفاوتی از کریسمس داشته باشیم. بیایم از همین امروز شروع کنیم به کریسمس رو جشن گرفتن، نه در خونه های خودمون، نه در فامیل خودمون، نه در دوست آشنای خودمون، بلکه در قلب خودمون، در زندگی درونی خودمون. عزیزان بیایم از امروز کریسمس رو جشن بگیریم و امروز اون نور حقیقی قادره دل من و تو رو روشن کنه، قلب من و تو رو روشن کنه. اون نور حقیقی قادره امروز قلب من و تو رو چراغونی کنه، قلب من و تو رو اون جاهایی که تاریکه امروز قادره چراغونی کنه، امروز قادره نور ببخشه. با این عشایی که امروز برمی‌داریم، عزیزانی که در خانه های خودتون هستید، خدا قادره همین کار رو امروز در خانه های شما انجام بده. با این عشایی که امروز برمی‌داریم عزیزان، تشویق می‌کنم همگی خودمون رو با یک ایمان جدید، با یک دید جدید، با یک باور و درک جدید به کریسمس در درون خودمون، نه در بیرون، به این میز عشا من نزدیک بشیم. مهم نیست تا به امروز چی بوده، مهم نیست تا امروز تو چطور زندگی کردی، مهم نیست تا امروز حتی تصمیمات اشتباه در زندگی خودت می گرفتی، شاید در اسارت گناه بودی، شاید در سردی روحانی بودی، مهم نیست. همین امروز عزیزان خدا قادره، همین امروز خدا قادره، اگر من و تو ایمان داشته باشیم،
اگر من و تو با ایمان قلب خودمون رو برای این نور باز کنیم، همین امروز خدا قادر باران نور، سیل نور بر تو و بر سرزمین تاریک قلب و زندگی و خانواده تو جاری کنه. همین امروز خدا قادره که باران نور بر احساسات آسیب دیده تو، بر خاطرات شفا نیافته تو، بر دردهای تو، بر بیماریهای تو، بر گناههای تو، بر اسارتهای تو، خدا امروز قادره باران نور جاری کنه. همین امروز خدا قادره، همین امروز خدا قادره که کاری بکنه تا تو منتظر شب هایلیگ آبن، شب 24 دسامبر نباشی، بلکه همین امشب که به خونه میری کریسمس رو جشن بگیری، همین امشب که به خونه میری تولد عیسی مسیح رو جشن بگیری، همین امشب دوباره این سرود رو بخونی که مژده عیسی به دنیا آمد، و این مژده رو خطاب به خودت بدی، خطاب به تاریکی های درون خودت بدی. عزیزان، این نان، این شراب قادره به عمق قلب و جان من و تو بره، این نان قادره به عمق فکر و احساسات و خاطرات و روان من و تو بره و به هر قسمتی که تاریک هست نور ببخشه، اگر تو با امید و با اراده آزاد به این میز نزدیک بشی و زندگی خودت رو برای این پدر جمعی نورها باز کنی. نوری که امروز از طریق این اشعاع عزیزان میتونه با سلول سلول وجود من و تو یک بشه. اگر باور داشته باشی این نانی که بر میداری سمبول بدن عیساست، بدنی که سراسر نور بود، سراسر قدوسیت بود، سراسر امید بود، سراسر شفا بود، سراسر آزادی و قدوسیت بود. اگر باور داشته باشی که این بدن، این نان سمبول اون بدن هست، وقتی این نان رو بخوری این نان میتونه وارد تمام سلولهای بدن تو بشه و تمام اون خاصیت نورگونه عیسی رو به تو منتقل کنه. اگر باور داشته باشی که این پیاله سمبول خون مقدس عیسی است، همون خونی که به من و تو نجات رو بخشید، همون خونی که به من و تو آزادی، شفا و قدوسیت رو بخشید، این خون قادره با خون من و تو یک بشه، با خون من و تو یک بشه و نور رو وارد کنه. پیام امروز خیلی طولانی نیست. اگه تو باور داشته باشی میدونی چه اتفاقی میفته. امروز فکر کردم خیلی کم شاید در مورد این صحبت کنیم و بیشتر بخوایم در وقتی که بعدش میذاریم رو این نور تمرکز کنیم و این نور رو امروز دریافت کنیم. باشه که امروز هر کسی که این پیام رو میشنوه، چه در ساختمون چه در خانه های خودتون، با قلب باز این نور رو دریافت کنیم. امروز بدون نور، بدون این چراغونی در قلب های خودمون از اینجا نریم. چقدر زیبا وقتی که این اتفاق در تو بیفته. باز هم اشعیای نبی، این بزرگترین مبشر عهد قدیم، چقدر زیبا این اتفاق رو تصویر میکشه. در اشعیا باب 60 آیه 1-3 میگه برخیز و درخشان شو، هللویا، برخیز و درخشان شو. چرا؟ زیرا که نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است. زیرا اینک تاریکی زمین را فرو خواهد گرفت و ظلمت غلیظ قوم‌ها را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد و جلال او بر تو نمایان خواهد شد. قوم‌های بسیار به سوی نور تو، برادر و خواهر عزیز، قوم‌های بسیار به سوی نور تو خواهند آمد و پادشاهان به سوی درخشش طلوع تو. آمین. اگر آماده هستید که این نور رو دریافت کنیم، سرپا بیستیم، سرپا بیستیم و با زبان خودت از خدا بخواه: ای خدایی که تو قادری این نور رو امروز به زندگی من ببخشی، قسمت‌های تاریک قلب خودت رو برای این نور اعلام باز کن. امروز با صدای خودت، با زبان خودت بخواه: ای خداوند، دعا میکنم مژده‌ای که امروز برای تو هست، برادر و خواهر عزیز، امروز کلام خدا، امروز خدا به تو میگه اگر در تاریکی هستی، اگر در درد هستی، اگر قسمت‌های زندگی تو در ناامیدی است، در سیاهی است، در مریضی است، در تلخی است، در فشار، در تنگی هستی، در ناامیدی هستی، در سردی هستی، در وابستگی و اسارت هستی، امروز خدا به تو میگه نور تو آمده. امروز خدا به تو میگه برادر و خواهر عزیز، امروز
نور تو آمده، جلال خدا بر تو طلوع کرده، امروز نور تو آمده، امروز خداوند اینجاست که بر تو طلوع کنه. دعا میکنم به نام عیسی مسیح در هر تاریکی در قلب، در فکر، در ذهن، در زندگی، در روان، در خاطرات عزیزان من هست. دعا میکنم هر جایی که در خانه های خودشون هستن، در هر جایی که هستن، امروز به نام عیسی مسیح نور جاری بشه، شفا جاری بشه، سلامتی جاری بشه. دعا میکنم امروز حضور این نور در قلب های شما به فراوانی یافت بشه. و باز هم این خبر خوش برای تو این هست، برادر و خواهر عزیز، برخیز و درخشان شو، زیرا که نور تو آمده، جلال خدا بر تو طلوع کرده و قوم ها به سوی نور تو خواهند آمد. آمین. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیر نور تو آمده است. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیرا جلال خداوند بر تو تاله گردیده. زیرا اینک تاریکی جهان را فرو گره و ظلمت غلیظ امت ها را پوشانی، اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال غیبت تو ظاهر خواهد شد، خواهد شد. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیرا نور تو که آمده است. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیرا جلال خداوند بر تو تاله گردیده. زیرا اینک تاریکی جهان را فرو گرفت و ظلمت غلیظ امت ها را پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد، خواهد شد. با هم دوباره بگیم: برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیرا نور تو آمده است. برخیز درخشان شو، برخیز درخشان شو، زیرا جلال خداوند بر تو تاله گردیده.